در این بخش برنامه سید غضنفر قادری مسئول جمنازیم قهرمانان و همچنان رئیس شورای مربیان دانش و ورزش هستیم و مهمان دیگر ما مرتضی محمدی یک تن از اساتید شورای مربیان دانش ورزش هست. بسیار زیاد خوش آمدیم. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خب با نام و یاد خدا مرتضی محمدی هستم. یک تن از اساتید شورای مربیان دانش و ورزش. بسیار خب بسیار زیاد خوش آمدیم. سلامت باشید. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران شما و همچنان از طریق تلویزیون شما و تمام بیننده های عزیز که ما را بیننده هستند. بسیار خوب. آقای مرتضی میشه شما از فعالیت هایتون بگید. چه فعالیت ها در عرصه ارزش دارید؟ خب در ابتدا سال 1397 شورای مربیان دانش ورزش تأسیس شد و ما از اون سال عضویت از این شورا رو داریم و درسه های مختلف فعالیت های چشمگیری داریم که هر ساله تورنمنت های مختلف برگزار میشه و ما عضو و شمولیت از این تورنمنت ها رو داریم و بازیکن های مختلف در رده های سنی مختلف داریم و یا زیر تمرینات هستن و کوشش میکنیم اینا رو به تیم های ملی معرفی بسازیم. بسیار خوب. و تا هنوز هیچ معرفی داشتین به تیم ملی؟ بله فعلا ما تیم چندین بازیکن است که زیر نظر داریم تو سر تورنمنت‌های مختلف بوده. تپیکو سقط نفر رئیس شورای مربیان مد نظر گرفتن و انتخاب کردن، انشالله در آینده نزدیک به تیم‌های ملی معرفی میشن. بسیار خوب. خب استاد میشه شما بگین که هدفتان از ایجاد شورا چی بوده؟ خب در ابتدا گفتیم، باز هم یادآور میشیم که ما در شرایط بسیار بد قرار گرفته بودیم. سال 97 2018 مردم، ورزشکارا، جوانان، نوجوانان برنامه نداشتن، پراگنده بودن. باز ما خواستیم یک برنامه سالم با وجود بیاریم. بسیار خوب. و چقدر استاد در این شورا دارین و تشکیل گیری استادا چگونه بوده؟ مثلا چقدر استادا با شوق علاقه در این شورای تان آمدن؟ خب اول خب مسائل نیازمندی است. یک کسی که خودش در عرصه ورزش باشه، خودش یک ورزشکار باشه، او طبعا از اینکه به حساب سنش بالا میره بالاخره باید مربی شوه و او نیاز داره به دانش مربیگری. ما وقتی شورا را به وجود آوردیم، یک هماهنگی به وجود آمد. ما خواستیم در ابتدا که ظرفیت مربیگری مربیای ما را بالا ببریم، با تفاهم فدراسیون فوتبال افغانستان که از همینجا من تشکر میکنم از تمام کادر فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، با اونا نشستایی داشتیم، تفاهم به وجود آمد. ما تانستیم در هر کورسی که برگزار میشد مربیای خود شامل بسازیم و اونا بتانن که همو دانش مربیگری را کسب بکنن. بعد از اینکه مربیا یک تعدادشان شامل تدریسات شدن، دانش مربیگری رو کسب کردن، آهسته آهسته تشویق شدن و همچنان یک اعتماد نسبت به مربی به وجود آمد برای اونا و بازیکن‌ها بسیار رجوع کردن برای مربیایی که دارای لایسنس بودن و کلاب‌های از با رشد کرد. به مو خاطر دیگر مربیا هم خواستن که عضویت شورای دانش ورزش بگیرن که امروز ما فضل خدا حدوداً نزدیک به 20 مربی داریم و تمام مربیای ما دارای لایسنس های مختلف می باشه. بسیار خوب. آقای مرتضی میشه بگین که تاثیر تورنمنت ها بالای شورا و بالای کلاب چی بوده؟ چی هست؟ چه تاثیراتی را داشته تا هنوز؟ بسیار تاثیرات چشمگیر داره. جوانان را تشویق کرده به ورزش و همچنان تورنمنت هایی که در شورای مربیان دانش ورزش برگزار میشه، خیلی تیمای مختلف از سرتاسر کابل اشتراک میکنن و این خودش باعث یک انگیزه میشه بر تیم ها و کلاب ها و حتی بازیکن ها و همچنان استعدادیابی بازیکن ها و معرفی کردنشان به تیم منتخب خودش یک انگیزه است برای یک بازیکن. بسیار خوب. استاد اینا گفتن که بسیار تاثیر خوب داره که مثلا تشویق میشن. آیا کدام اسپانسری هم هست؟ در عرصه اسپانسر چطور هستن؟ کسی پیدا میشه؟ کدام شخصی که شما را اسپانسر کنه در مسابقات؟
متاسفانه تانوز که خود شورا اسپانسر نداشته، ما تمام مصارف ما از خود ما بوده، از خود کلاب ها بوده. ما از کسایی که در عرصه ورزش میخواین اسپانسری بکنن دیگه خواهش میکنم از اینجا که کوشش بکنن اسپانسری خود به طور درست انجام بتن، یک تفاهم با کلاب ها داشته باشه، با هر تیمی که میخواد اسپانسریش بکنه اگر مستقیم با کلاب ها در تماس باشن، مستقیم کلاب ها را اسپانسری بکنه و بسیار خوب است. به خاطر از اینکه یک کسی که میخواد یک تیم با اسپانسری بکنه و امو به حساب نام خود یا به حساب یک امو قسمت وظایف خود و شهرت بکشه و هم خوب است، اما در قسمت خود بازیکن ها یک اندازه ضرر میکنه، چون که در طول سال او شاید یک بار به حساب تورنمنت برگزار شود و یک بار او در یک مسابقات شرکت بکنن، دیگه بقیه 11 ماه یا 10 ماه او بازیکن هم فاصله میگیره از کلاب و هم دیگه به حساب بی‌برنامه میشه. بسیار خوب. این تیمی که اسپانسر میکنه چه شرایطی را باید داشته باشد تا یک شخص بیاید اسپانسر کنه؟ خب اسپانسرها معمولا دنبال هدف خودشان میباشه، دنبال مو به شهرت رسیدنشان که خدا ازشان قبول بکنه این کار خوب است. حتی به ورزشکار اگر یک افغانی هم مصرف میشه و هم خرماس و هم ثواب، این بسیار خوب است. خب اونا میخواین که بهترین ها را با خود داشته باشن، بهترین ها را وقتی که از کلاب ها اونا میگیرن، درست است کلاب ها اجازه میده، چون که هر کلاب بسیار خوش میشه که یک بازیکنش حساب رشد بکنه در تیمای معتبر بازی بکنه و همچنان از مسائل اقتصادی یک چیزی در دستش بیایه. باز به او خاطر بهترین ها رو وقتی از کلاب ها جدا میکنن در همون یک تورنمنت، خب چی حساب نتیجه میگیره چی نمیگیره، تمام برنامه های از اون بازیکن زیر سوال میره. طبعا وقتی که از کلاب فاصله میگیره مجبور است که تمرینات خود روی اون تیمی که اسپانسر داره ازش درخواست شده روی از اون عیار بسازه. در اون صورت باز همین فاصله باعث میشه، یک ماه یا دو ماهی که با یه تیم بازی میکنه قرار داد داره، همین فاصله باعث میشه که دوباره آمدنش به کلاب بسیار مشکل شوه. و همچنان از برنامه های روزمره ای که در کلاب کجای رشد است، جای یادگیری است، جای رقابت های سالم است که هر کس همراه همسن خود رقابت میکنه، باز به مو خاطر او فاصله میگیره و بالاخره اکثرشون دل سرد میشه. این ضرر هم داره از نظر اسپانسری. اگر اسپانسرها خواسته باشن با خود کلاب ها در تماس شوند، یک کلاب ها اسپانسری بکنه، مثلا به شورا را اسپانسری بکنه، بازی بسیار خوب میشه، به طور دائم میشه. اما پولی را که در یک تورنمنت دوام مصرف میکنه، همین پول بتونه که حتی در یک سال به حساب برای یک کلاب مناسب باشه. بسیار خوب. استاد، علت پیشرفت فوتسال چیست؟ مثلا در این مدت اخیرا ما دیدیم که فوتسال خیلی پیشرفت داشتن و همچنان مسابقات داشتن، تا جایی که معلومات داریم دینا روز هم یک مسابقه داشتن که متاسفانه باخت، اول مشکلی چون با این شرایطی که جوانان ما میره آفرین چون بازا. علت پیشرفت فوتسال چه بوده؟ خب یک بحث کلی کار داره که عمقش برمیگرده به خود فدراسیون فوتبال افغانستان. البته ما شکایت نمیکنیم از فدراسیون فوتبال افغانستان، چون که ما در شرایط بسیار بد قرار داشتیم، تازه فدراسیون افغانستان میخواد کارهای خوب انجام بده، مثلا تشکیل زون ها بسیار کار کلان یک دستاورد خوب بود برای افغانستان، دیگه خدا کنه که از این بعد ادامه پیدا بکنه. علت پیشرفت فوتسال در افغانستان این است که تعداد مجموعه های خود سالونا، مثلا در کابل حدودا نزدیک به 500 سالون است. این 500 سالون در قسمت ورزش فوتسال بسیار تاثیر مثبت داره، یعنی موقعیت هست برای تمرینات فوتسال. اما متاسفانه فوتبال که امروز بسیار زیر سوال رفته، حتی ما در فینال های لیگ برتر رفتیم که سلبین اصلا وجود نداشته، دیگه فوتبال هم یک اندازه حقیر است. دیگه علت چی است که اول خب تشکیل زون ها هنوز صورت نگرفته، خود فدراسیون زودتر به کجا برسه؟ نمیتونه که خود فدراسیون به کلی مشکلات برسه. علت چی است که تا هنوز صورت نگرفته تشکیل؟ خب مشکل در خود فدراسیون وجود داره، این را باید اونا خودشان یک بار بشینن فکر بکنن. ما بارها برشان پیشنهاد کردیم
که ما در خدمت هستیم. بسیار کس هاسته، مثلا پیشکسوت های فوتبال، کسایی که در گذشته افتخارات آوردن، اونا کلشان در خدمت فدراسیون قرار دارد. اما ای که برنامه از خود فدراسیون نمیه، ای که فدراسیون نمیخواد از مردم کار بگیره، دیگه این علت فقط خودشان میفهمند. اما تشکیل زونه ها بسیار ضروری است. وقتی که زونه ها با وجود به طبعا مشکلات ریشه یابی میشه، همه علت هایی که به حساب فوتبال روش نمیکنه، در اصل فوتبال است دیگه، ای که فوتسال که یک بخش از فوتبال است دیگه، حالا فعلا اصل خودش زیر سوال رفته دیگه، باید مشکلات ریشه یابی شه و یک دفعه ببینه که علت چی است که فوتبال امروز هر چی به حساب نظر به رشد فوتبال که در دنیا وجود داره، فوتبال افغانستان آنچنان باید رشد که میکرد نکرده. بله، این را باید ریشه‌یابی شود. ما علت بیشتر از اینکه که چند بار با خود فدراسیون فوتبال افغانستان گفتیم، این است که میدان وجود نداره. در تمام کابل، در چهار زون کابل، چهار میدان درست وجود نداره که در اونجا فوتبال صورت بگیره. بیشترین تیم های لیگ برتر ما فعلا خودشان در فوتبال هستن، اما تمریناتشان در جمنازیومای فوتسال است. این بسیار تاثیر منفی میکنه. بله، واقعا متاسف است. دیگه ما خواهش میکنیم که هر چیزو تر دست به کار شود. ما میدان هایی که فعلا در دست داریم اونا را زیر کار بگیرن، بعضی مشکلات های تکنیکی که داره اونا باید حل شود. دیگه این کارا کلش توسط زون میشه. یک فدراسیون فوتبال در جایی نمیرسه، باید زون شکل بگیره. در کل توجه فدراسیون چگونه از به تیم فوتسال و جوانانی که به فوتسال از نوجوانان؟ خب فوتسال حال فعلا رشد چشمگیری داشته. البته علتی از این رشد گفتیم تعداد مجموعه های خود سالونا بوده. خب از در 24 ساعت اگر ما فکر بکنیم که حدودا 500 نه 300 بگیریم، یعنی 300 سالون حتما است. گرچه گیروز ما از بعض مسئولین شنیدیم که حدودا نزدیک به 1000 سالون وجود دارد. 1000 سالون. ما خب چون که یقین ثابت نیست، ما بسیار کمیش میگیریم، 300 میگیریم. در 300 سالون اگر ما فکر بکنیم که روزانه مثلا 10 تایم تمرینات وجود داره یا 10 تایم فوتسال میشه، این اگر ضرب 300 بکنیم، یعنی بسیار جوانان ما مصروف ورزش است در 24 ساعت. وای، بسیار جای خرسندی است. بسیار جای خوشحالی است. و همین تورنمنت های به حساب خود سالون ها، تورنمنت های قومی واقعا تاثیرگذار بوده روی خود فوتسال افغانستان. مثلا آقای سعیدی در 19 سال که رفت دوم شدن، آمد از سالون مولالی از تورنمنتش بازیکن به حساب انتخاب کردن، بردن در مدت یک ماه زیر تمرینات اونا را به حساب سرشان عملی کردن، بعد از اونا رفتن نایب قهرمان شدن. یعنی خود فدراسیون این بازیکن‌ها را در خود کمیته فوتسال یا مثلا در خود فدراسیون فوتبال یا اینا را از نظر نظری و عملی سرشان کار نشده. اینا کلش در این کلاب‌های کوچه و پس کوچه کابل کار شده توسط همین مربیایی که شب و روز هم خودشان فقیر هستن و هم از همین طرف یک اعمار معاش میکنن و همچنان همین شاگردار سرشان زحمت میکشه و شاگردار را میرسونه در خدمت کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان قرار میده. دیگه یعنی می زحمات خود تعداد مجموعه خود سالن ها بوده، از مردم بوده. دیگه خدا کنه که انشالله از این بابت یک برنامه به وجود بیاید که کل چیز زیر نظر خود مدیریت فدراسیون فوتبال انجام شود و معیاری شود. معیاری شود. مثلا ما ردای سینی خود هر سال، ما چهار رده سینی که ویدیوها خود موجود است امروز در برنامه بعدیشون شاید نشر شود. متاسفانه که پای نازلی نفرستاده. دیگه بخیر، یک دفعه ما هر سالی که ارتقای سین میشه، مثلا 18 سال ما سال دیگه 19 سال میشه، سال دیگه 20 سال میشه، یا به شکل حرفه‌ای تمرینات کرده، اینا کل چیزا میفهمن، بازیکنای بسیار خوب داریم، اینا باید زیر برنامه‌های خود فدراسیون فوتبال قرار بگیره دیگه. باید بدر 19 سال تیم ملی بعدی باید بخوره دیگه، باید حساب روشون باشه، زحمت نکشن و مصرف. بله بله، از همین خاطر میگم باید یک مدیریتی به وجود بیاد که بهترین ها وقتی که از کلاب‌ها صادر میشه اونا زیر برنامه خود فدراسیون فوتبال قرار بگیره که اونا باز به برنامه نشه. اکثریت بازیکنای ما به برنامه شدن و فاصله گرفتن از ورزش تا امروز دیگه اصلا طرف ورزش هم نامده.
دیگه علمی خودش یک مشکل بسیار جدی است. انشاءالله که به این عرصه توجه بیشتر شود و اینقدر که جوانان علاقه مندی دارد خدا کنه که توجه صورت بگیره و علاقه مندی اینا بیشتر شده بره، نه که دل سرد شده بره. آقای محمدی، حضور جوانان چگونه است و با چه مشکلات ها مشکل که فعلا همه مردم دارن با چه مشکلات هایی میاین و تیم فوتسال شما؟ خب به قدم نخست مشکلات که بسیار زیاد است. مشکلات که بسیار زیاد است، با وجود از اینکه جوانان بسیار مشکلات دارن، مشکل اولشان مشکلات اقتصادی است، فعلا دامنگیر جامعه فعلی ماست، ولی بازم بر اساس تمام مشکلات جوانان بر اساس از اینکه روزمره کار میکنن، سر کار میرن، وظیفه دارن، شاید بعضی هاشون مسئولیت یک خانواده را دارن، نانوار یک خانواده هستن، ولی بازم سر از او هم در تمرینات خود خودم میرسانن بر اساس اونم شوق علاقه ای که دارن و در تمرینات سهم میگیرن و کوشش میکنن روز در روز پیشرفت کنن و ترقی کنن. و همین خودش بر ما مربی ها انگیزه میده. وقتی جوان ها با قدر شور، با قدر مشکلات، با قدر مشغله های زندگی که دارن، وقتی میان به ورزش قدر شوق دارن، انگیزه دارن، در پولیش ما هم انگیزه میگیریم و کوشش میکنیم در قسمت تمرینات چیزا نوآوری کنیم و تمرینات خود آپدیت کنیم تا بتونیم یک چیزهای نو به بازیکن ها و شاگردها یاد بدیم تا که رو به پیشرفت باشن. آها، بسیار خوب. استاد، میشه شما بگوین که فعلا باید چه کارها رو به تیم فوتسال انجام بدیم، چه کارها انجام شود فدراسیون، چه توجهات رو باید داشته باشد تا بیشتر پیشرفت کنه فوتسال؟ خب برمیگرده به مشکلات داخلی خود فدراسیون فوتبال افغانستان. امروز از بیرون دیده میشه که یک مشکلات در خود فدراسیون فوتبال افغانستان وجود داره. اگر به حساب ما حق توهین نداریم، استادای ما احترامشان داریم، من دیگه به این خاطر اگر اونا همه رقابت های ناسالم و بسالم تبدیل بکنه بسیار خوب میشه. امروز ما در شرایطی قرار داریم که ما باید دست همدیگر را بگیریم. امروز مردم، تمام مردم افغانستان از هر قومی که هست، تنها در مسائل امنیتی و مسائل ورزش چیزا نه، در هر مسئله باید ما دست همدیگر را بگیریم، چون که راه بیرون رفت ما نداریم جز اینکه دست همدیگر را بگیریم، همدیگر را بپذیریم، با همدیگر تفاهم بکنیم، با همدیگر بشینیم برای حل مشکلات خود افغانستان فکر بکنیم تا ما از این بدبختی ها خلاص شویم. شما ببینید که در هر تحولات، در هر شرایطی که سر افغانستان میاد، چقدر مردم ما در راه ها تلف میشن، از بین میرن، چقدر مسائل اقتصادی ما و شما زیر سوال میره، چقدر آب در آسیاب دشمنان میفته، کشورهایی که از ما سوء استفاده میکنن از نظر اقتصادی چقدر وابرد دارن. طبعا یک مجموعه زیادی که از کشور حرکت میکنه تنها در مسائل ویزا و به حساب پاسپورت و تنها در مسائلی که اونجا اینا اقامت میگیرن، چقدر مصرف گزاف صورت میگیره. این خودش کلش به ضرر افغانستان است و همچنان در قسمت ورزش فدراسیون فوتبال افغانستان. فدراسیون فوتبال افغانستان یک بار باید بازنگری کنه، یک بار بشینن اول ببینن که مشکل در خود فدراسیون فوتبال وجود داره، او مشکلات باید برطرف بکنن. اینا بشینن کسایی که واقعا صادق است، کسایی که واقعا حس وطن‌دوستی در دل‌های زن است، کسایی که واقعا دنبال افتخارات افغانستان است، اونا را استخدام بکنن. کسایی که اونجا بار دوش هستن، کار کرده نمیتونن، اونا را کنار بگذارن، دیگه آپدیت بکنن خود مسائل وظیفوی خود فدراسیون فوتبال افغانستان. کسایی که امروز انگیزه کار داره برای از باید فرصت کار داده شود. دیگه یکی میراثی نیست که از اول عمر تا آخر عمر باید در فدراسیون باشن، کارم کرده نتونن و اونجا باید باشن. یکی به ضرر افغانستان است، به ضرر فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان است. از همین خاطر یک بار بشینن مشکل یابی کنن، همین مشکلات رو یابی کنن، از خود فدراسیون هستن برطرف شود و همچنان کسایی که پیشکسوت ورزش فوتبال افغانستان است، اونا کسایی نیستن که بی ارزش باشن، اونا کسایی هستن که عمر خود در قسمت فوتبال افغانستان مصرف کرده، دیگه به خاطر اونا را بخواین یک بار با پیشکسوت و با مربیا و با مربیای مخصوصا جوان، کسایی که امروز واجد شرایط است، اینا را کلشان بخواین، در بین از یک تفاهم ایجاد بکنه. مسائل اعتمادی که بسیار مهم است، مسائل اعتمادی رو باید به وجود بیارن. اینا باید به شکل شود که مثل دو برادر باید کار بکنن، کلی مردم افغانستان باید سهم بگیرن.
فدراسیون فوتبال افغانستان که تنها از یک تعداد مردم افغانستان که به حساب یک تعداد کمی است از اونها نیست، از کل مردم افغانستان است. شاید کسایی باشه که خیلی برنامه خوب داشته باشه در قسمت نجات فوتبال افغانستان، اما وقتی که به فرصت داده نشه دیگه اصلا پیشرفتی به وجود نمیاد. اگر کسایی که امروز در خدمت فدراسیون فوتبال هست، اگر اینا میتونن خب یک راهکار پیدا بکنه که فوتبال نجات بیافه، اگر نمیتونه که به حساب تا هنوز هرچی که میتونستن کدن و دیگه کدام تغییرات آورده نتونستن، به این خاطر یک بار یک تفاهم بکنه با کسایی که کلبدارا هستن، مربیا هستن، مربیای جوان هستن، با اینا یک بار اینا را بخواین، از اینا نظر بگیرن، از مشوره که جز خوبی بدی به وجود نمیاد دیگه. حتما مشکل پیدا میشه و کلگی دست به دست همدیگه میته و این مشکل ها انشالله رفع میسازن. بسیار خوب. آقای محمدی، شما چند سال میشه که در عرصه فوتبال خودتان رو آوردین و ورزش میکنین و چند سال میشه که استاد هستین؟ خب در ابتدا من خودم از سنین بسیار خرد ورزش شروع کردم و زیر نظر استاد امان امانی، یکی از اساتید خوب کابل هست و حتی افغانستان میباشه، تمرینات خود شروع کردم و فعلا هم من خودم یکی از ورزشکاران کابل هستم. فعلا هم خودم ورزش میکنم در قسمت فوتبال، فعلا در لیگ برتر کابل فوتبال تیم صلح هستیم، فوتبال کلب صلح، و همچنان در قسمت فوتسال هم در لیگ برتر فوتسال کابل هم در تیم صلح فعلا خودم حضور داریم و فعالیت میکنیم. و همچنان من در حدود 8 سال است که در قسمت مربیگری روی آوردم و در سالن های مختلف در غرب کابل فعلا تمرینات ما جریان داره و من خودم فعلا دو تا لسانس دارم، لسانس دی و لسانس سی که از طرف اف سی است، فعلا دو تا مدارک دارم و تمرینات مختلف در سالن های مختلف در غرب کابل فعلا فعالیت دارم. بسیار خوب. آقای قادری، برای سال 1401 تانوس کدام تورنمنت ایجاد شده یا خیر یا که پیش رو هست؟ بله دقیقا، ما تورنمنت رمضانی داشتیم که 5 تا تورنمنت همزمان در ماه رمضان داشتیم. 12 سال که هفته قبلی در خدمت شما قرار دادیم، دیگه امروز هم همسه بهترین از 16 سال خود آوردیم در برنامه، انشاءالله در خدمت شما قرار میتیم و همچنان در برنامه بعدی تان ردای سنی دیگه خوده. ما 5 تورنمنت داشتیم، موفقانه با پایان رسید. از این 5 تورنمنت ما تانستیم 4 رده سنی منتخب از اینا را انتخاب بکنیم که بهترین از اینا انتخاب شده. 18 سال ما که فعلا امتیاز در لیگ الف امتیاز چی را بازی میکنه؟ ستاره آزادی را یک برد یک باخت کرده دیگه. فعلا هم یک 12 سال زیر کار داریم، بین 12 تیم برگزار شده و همچنان امروز افتتاحیه تورنمنت آزاد ما میباشه که بین 32 تیم برگزار شده. بسیار خوب. دیگه برنامه زیر کار ماست، به زودی 14 سال و 16 سال ما شروع میکنیم انشاءالله. خب در اخیر اگر گفتنی یا پیام داشته باشن یا یه قهرمانایی را که آوردین میشه معرفی کنی یا خودشون معرفی میکنن؟ او را خودشون معرفی میکنن. و شما آقای محمدی که هم گفتنی یکی داشته باشن؟ تشکر، زنده باشین. دیگه در اخیر بازم من تشکری میکنم از تلویزیون رای فردا که همچون برنامه ها را فراهم میسازه و همین خود جای بسا خوشی است و انگیزه میده بر ما مربیا و حتی ورزشکارهایی که میاین اینجا و تشویق میشن. بازم تشکر از شما و تلویزیون خوبی دارم. تشکر از شما، تشکر از تشریف آوردید. سلامت باشین، زنده باشین. خب دوستان عزیز، میان برنامه آماده نش است، با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره با قهرمانا برمیگردیم. در بخش برنامه ما باز هم قهرمانان با خود داریم. خوش آمدین شما. خوش باشید. خودم معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب امینی هستم، عضو کلب مولالی و تحت نظر استاد مرتضی محمدی و تقریبا 3 سال میشه تمرین میکنم. آفرین. و شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مجید امینی هستم، تحت نظر استاد مرتضی محمدی تمرین میکنم در تیم فوتسال کلب مولالی. چند سال میشه؟ 3 سال. بسیار خوب. حبیب و مجید، شما فکر کنم برادرام هستین. بله. هر دویتان همزمان فوتسال شروع کردین. بسیار خوب. مجید جان، چند دستاورد داشتین در این مدت که تمرین کردین؟ دستاوردهای خیلی زیادی داشتم. از وقتی که تمرینات پیش استاد مرتضی
شروع کردم. و خودتان بهترین کیپر یا بهترین بازیکن؟ بهترین بازیکن. بسیار خب، چه وقت بهترین بازیکن انتخاب شدین شما؟ دمی تورنمنت های 16 سال شورای مربیان دانش و ورزش. آها بسیار خب، و خودتان هم بهترین کیپر؟ بله خب. چه کارها کردین که بهترین کیپر شدین شما؟ با تمرین های بسیار زیاد و استاد مرتضی محمدی بالای بسیار زیاد کوشش کرد و توانستم در تورنمنت شورای مربیان بهترین کیپر شدم. آفرین، بسیار خوب. چطور خودت اومدی به تیم فوتسال؟ من از خردترکی بسیار شوق فوتسال داشتم و در خردترکی زیاد فوتسال خوش داشتم و زیاد فوتسال نکردیم. ما در بیرون در جای فوتسال کردیم بود. بعد از سه سال شتک تامین کردیم و شروع کردیم. بسیار خوب. شما دوگانه ای که نیستین؟ نه؟ کدام تان کلان کدام تان خورد استین؟ من کلان استم میخورد. آها بسیار خوب، بسیار خوب. خودتان که تشویق میکنه بیشتر درسی فوتسال؟ مرا درسی فوتسال زیاد خانواده و فامیل و همچنان دوستایم زیاد تشویق میکنم. آها و اینجا یک لوحه تقدیرم داریم از مجید جان امینی. مجید جان، میشه در مورد لوحه تقدیرتان بگی که چه وقت گرفتین و به کجا؟ تقدیر نامه را در تورنمنت های 16 سال شورای مربیان دانش و ورزش که بازی آخر ما بود فاینال، توانستم لوحه تقدیر و کپ بگیرم. آها بسیار خوب. کدام از این کپ هاست خودت هست یا بهترین بازیکن؟ بهترین بازیکن شما هستین؟ و این کپ چه وقت گرفتین؟ چند وقت پیش. چند وقت پیش، بسیار خوب. و بهترین کیپر از حبیب؟ بسیار خوب. حبیب جان معلومات بدی که چه وقت گرفتی و چه مسابقات داشتی؟ مسابقات زیادی بود. از اول بازی به کیپری شروع کردم و در بازی و فینال آخر بود که توانستم به توپای زیادی رو دار بتم و توانستم بهترین کیپر شم. و مجید جان خودت پانو چند گل زدی؟ خودم گلای زیادی دادم تو فیلم. گل خوردی یا گل زیاد زدی؟ زیاد زدی. آها آفرین. و یک کب از کدام تان است؟ کبم از مجید جان است. این کب با کجا گرفتی مجید جان؟ این کبم در تورنمنت های شورای مربیان. بسیار خوب. چه وقت؟ دمی آخرای تورنمنت. بسیار خوب. حبیب جان در آینده چی آرزو داری که به کجاها برسی؟ در آرزو دارم که در آینده بهترین کیپر در تیم ملی شوم و برای خانواده افتخار زیاد کسب کنم. تنها به خانواده یا به مام؟ در شما به تمام کشور. آفرین، بسیار خوب. مجید جان درس به کجا رسندین خودتان؟ درس خودم سال آخرم است. مکتب سنف 12 هستی؟ آفرین. چند نمره؟ 3 نمره. امید تو که به فوتبال یا فوتسال لایق هستی و درس هم لایق هستین؟ بله. آفرین. و اینجا دو مدال هم داریم. اینا از کیستن؟ یکیش از خودم، یکیش از برادر. خب، اینا رو چه وقت گرفتین و چه مسابقه ای داشتین؟ ایرم در مسابقات تورنمنت های 16 سال شورای مربیان. بسیار خب، بسیار خب. به جز فوتسال کدام تمرینات دیگه ایم دارین یا خیر؟ بله. چی؟ کدام بیشتر؟ رشته جمناستیک، پارکور. پارکور و جمناستیک. و خودی؟ من تقریبا 4 سال میشه جمناستیک لا کردم. جمناستیک قبل از فوتسال ما رفتم. فوتسال سخت است یا جمناستیک؟ جمناستیک نسبت به فوتسال از سخت است. سخت تر است. به خودت کدامش؟ پارکور، جمناستیک یا فوتسال؟ پارکور و جمناستیک خیلی سخت تره چون عوارضای زیادی داره. امکان داره صدمه ببینی خیلی زیاد. آها. و این پیشانی تان فکر کنم صدمه دیدن. و کجا؟ این رو دارم فوتبال هم کار کردم. این هم فوتبال هم صدمه می رسانه دیدین. بسیار خوب. ما جمناستیک ایمه و این وقتا کلن ازشان کلیپ می گیرم و نبینم که چقدر دشوار و چقدر مشکل است. خیلی خوب، در آینده اگر کدام پلان در عرصه ورزش داشته باشین می خواهین، اگر دستاورد زیادتر داشته باشین در کدام عرصه می خواهین مجید جان خورید دستاورد داشته باشین؟ ما خودم فعلا در عرصه فوتسال و فوتبال میخوایم دستاورد زیادی کسب کنم. آها، در اینجا کدام مسابقه پیش روی داریم؟ بله. چه وقت؟ تورنمنت های
بهاری در سالن قهرمانان زیر دست استاد غضنفر. خودتان شامل بازی هستین؟ بله. با شما حالو جان. من در مسابقات پیش رو داریم؟ در مسابقات پیش رو داریم نمیتونم تای بهاری تحت نظر استاد مرتضی محمدی و این تورنمنت اشتراک میکنیم.